جناب صادقی عزیز، خوشحالیم که امروز در خدمتتون هستیم. ما میدونیم که شما جزء مفاخر فوتبال ایران هستین، از بهترین بازیکنان ما توی جام جهانی بودین، قبل از اون هم تو دوران باشگاهیتون افتخارات زیادی رو با پاس کسب کردین که حالا در اواخر حضورتون تو پرسپولیس هم انقلاب شد. اول می‌خواستم خودتون شروع کنین. چیزی که ما می‌دونیم متولد 1330 اسفند 1330 توی اهواز کوچه سیروس، تا جایی که من میدونم. خودتون شروع کنین، کجا متولد شدین، خانوادتون چند تا خواهر برادر داشتین و چطور شد اصلا وارد فوتبال شدین؟ فکر میکنم داییتون عامل یکی از عواملی بود که به سمت فوتبال یا کشیده شدین یا پیشرفت کردین. خودتون شروع میکنین میزنید که چطور شد؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از کنم که من همونجور که فهمیدین 1330 18 اسفند 1330 تو احوالم خیابان سیروس، اون موقع به نام باغ شیخ بود، ما اونجا به دنیا اومدیم و همونجا رفتیم مدرسه بود تا سال، تا تقریبا سال 42 که دیگه شیشومو گرفته بودیم و چیز بودیم. از اونجا رفتیم دبیرستان، دوره دبیرستان رو رفتیم، دبیرستان ده خدا و دکتر حسابی. این زمین فوتبال خوبی داشتن، این زمین فوتبال بزرگی خیلی داشتن. خب اون موقع هم کسی، همه پاورانه بازی میکردن، ما تو اهواز همه پاورانه بازی میکردن. یه خود رفتیم خوش اومد دیگه. بعد از اون از 12-13 سالگی دیگه رفتیم بازی کردیم تو اون موقع مسابقات آموزشگاه هم بود بین دبیرستانه با هم دیگه تو شهر. ما اونجا خوب بودیم و دیگه یواش یواش آقای کاردان که اولین کسی بود که تو آموزشگاه ها نگاه میکرد با بازیکن جمع میکرد واسه تیم اهواز، بار انتخاب کرد و اون موقع ما رفتیم گمرک اهواز. تقریبا 15 سالمون بود، 15 سالمون، هنوز دیپلم نگرفته بودم. رفتیم گمرک اهواز، خدا بیامرز آقای سعدی زاده، آقای زیباده، آقای دکورد، اینا کسایی بودن که واسه ما زحمت کشیدن. ما از اونجا دیگه، از تو گمرک دیگه به قول معروف فوتبالیست شدیم و که دیگه شدیم و که شدیم و که شدیم. به پاس در واقع خب بخش دیگه اون فوتبال حرفه‌ای بود دیگه اون موقع، حداقل مثلا پاس توی تهران جزء تیم‌های بزرگ بود. گفتین که اومدیم پاس، اومدیم پاس، گفتین که جزو شما جزو شهربانی هم نبودین، یعنی تنها کسی بودین که نظامی نبود. فضای پاس رو برای ما میگین چطور بود؟ بازیکن‌های بزرگی بودن. من اسامی رو که نگاه می‌کنی بازیکن بزرگ کم نداره، از آقای شاهروخی گرفته، آقای کازرانی، آقای قلیچخانی، شرفی، دیگه خودتون بهتر می‌دونید. یه توضیح میدین چطور بود فضای پاس اون موقع؟ ببین اون موقع حرفه‌ای نبود، اینجوری که بگید حرفه‌ای بود. تیم پاس چون متعلق به شهربانی بود، بیشتر بازیکنایی که میگرفت کنکوری داشت، از کنکوری میگرفت از آدمای قد بلند و به قول معروف خوشتیپ و اینا، که به خاطر افسر شهربانی بیشتر، چون اینا گارد مثلا چیز بودن، شاه و اویدا و فلان اینا، که مثلا سروش نگهبان و اون مجرد دامی اینا که بسکتبال پاس بودن، اونا جزء چیز بودن، جزء محافظی آقای اویدا بودن. ما هم که اومدیم پاس، تو همونجا که اومدیم اینجا، من اومده بودم تهران دانشگاه برم. بله. مثلا دانشگاه برم. دانشسرای عالی جواد علیوردی تاج بود اون موقع. خسروانی گفته بود که این اگه بیاد تاج من میبرمش دانشسرای عالی بدون کنکور و چیز امتحان بده. فرنگ صادقی هم به خاطری که این کار نشه، من که المپیک مونیخ بودم، کنکور دانشکده پلیس شده بود، من شدم نمره اول دانشکده پلیس بدون اینکه اصلا سر جلسه باشم. برگشتم گفتم من حاضر نیستم موامو بزنم، به خاطری که اون موقع افسر شهربانی باز موهاش از ته میزن. گفتم من حاضر نیستم موامو بزنم، اگه افسری میشه با مو گواه قانونی که نشه. گفتم من اصلا نمیام. خلاصه چون خیلی دیگه چششون ما رو گرفته بود، حاضر نشدن به هیچ طریقی ما رو بره. بیایم اون جام جهانی 74 که در واقع میتونستیم ما بریم اون جامو. ببین یکی از بزرگ تورنمنت نیوزیلندی رفتیم که شما گفتین که خیلی بد بود و تیمو خسته کرد، سرما خوردن، بازیکنای شکست. شروع کنین از اولش. آقای بیاتی سرمربی بود؟ نه، اشبت بود. به 74 74 اشبت از بام بعد بعدش آقای بیاتی اومد تیمو از اشبت گرفت. اشبت کل تیم جوان، چون ما که همه که اومده بودیم همه جوان ها، از جوانان اومده بودیم دیگه. آقا من چند تا شنیدم که آقای بیاتی، آره بیاتی بود مربیمون، ولی میگم حشمت بهمون میگفت که مثلا
با این چجور رفتار کنه چجور رفتار کنه. آقای بیاتی رفتارش با بازیکن‌ها خوب نبود، خیلی ارتشی بود. یعنی کسی رغبت اون برعکس حشمت که همه دوست داشتن باهاش هم مسافرت برن و خیلی بگو بخند و از اونا بود که همیشه دنبال کار. آقای بیاتی اونا بود که خیلی سنگین رفتار میکرد، یعنی اصلا باش نمیشد حرف بزنی، نمیشه بزن بگه آه چرا اینجوری الان اینجوری. ما رو دو روز قبل بازی، سه روز قبل بازی بردن نیوزلند. حالا حسابشو بکن 24 ساعت چیزشو با ما فرق میکنه. ما اصلا شب تا صبح بیدار بودیم. مثلا من با حسین کاظمی از این میز بیلیارد بود، تاش از این پولی بود، تاش کاغذ داشتیم که دیگه نیفته تا صبح خوابونم بود. صبح که می‌خواستیم بیام تو خواب می‌خوابیدیم. یعنی حتی ما یه هفته زودتر از اینکه آداپته بشیم با تیم، یعنی با آب و هوا شاره. بعدش هم از نیوزلند تا استرالیا یه دریاست. ما را با پرواز از اونجا یک ترس و لرزی سرمای اون یه دفعه بردن ما رو که خدا بیامرز. آقای کاشانی انقدر درزیدیم که هی گفت صلوات، همه فکر میگن خدای چی داره میگه این. همه بقیه مسافرها میگفتن این گفت من فلان الان داریم میافتیم این صلوات برسم فلان اینجوری. خیلی همه نگاه میکنن که اینا مثلا یعنی چرا اینا سر صدا میکنن، چرا مثلا آدمای معمولی نمیشینن. ما از اونجا که اومدیم نشستیم تو خاک استرالیا، اصلا حالت راه رفتنمون خسته بود، راه رفتنمون هم خسته، یعنی اینقدر اذیت بودیم. به خاطر همون رفتیم بازی هم تو خود ملبورن دو هیچ، یعنی خیلی هم مف باختیم. من هفتم دوم بازی کردم به خاطر مسئولیت آقای ایرانپال شده. ایرانپال اصلا حالش خوب نبود، اصلا حالش خوب نبود، گفت آقا من نمیتونم. گفت نباز بازی کنی. میگم که یعنی اینجوری نبود که بتونی حرف، یعنی بگی آقا بابا من واقعا نمیتونم دیگه. ما به حشمت که صحبت میکنیم گفتیم آقا مثلا امروز زیاد حال تمرین نداریم، بخور ما خودم. اونم راه میومد با همون، ولی آقای بیاتی اینجوری نبود. با اون محمدشون خیلی دیسیپلینی، مثلا چرا نم با دمپایی اومدی، چرا نم اینجوری شدی، چرا نم اون اینجوری. این چرا هم روحیه تیمو خراب کرد، هم تیمو اصلا پاشون هم دیگه، اصلا حوصله هم دیگه نداشتیم، خسته بود. حیف شد اون سال. ما اینجا دو هیچ، هم ما اونجا سه هیچ باختیم، اینجا دو هیچ بردیم. با دقیقه 34 دوتا گل آقای قلیچخانی میزنن، بعد 56 دقیقه نمیدونم یا یه تایمی طوری دیگه نمیتونیم گل بزنیم. آره ببین اون موقع قلیچخانی رو گذاشتن سانت فوروارد، من اونم هافبک وسط با کارو حقوردیان با جواد و غراب. اون موقع تازه آقای دیدوان با آتوبا شدن رئیس فدراسیون، دو تاش شدن. دیدوان اومد به من گفت که درست دو تا گل قلیچخانی زده، ولی الان همه میگن که تو همه جای زمینی داری همه جا رو جمع میکنی پشت سر همه فلان اینا رو. خب اون موقع ما بهترین بازیکن ایران شدم، ما روی جلد مونیال مال فرانسه عکس ما رو انداختن که بهترین بازیکن ایران شد. با اینکه پرسکنی دو تا گل زده بود دیگه، هم هر چی زدیم نرفت. خیلی موقعیت داشتیم. خدا بیامرزه این آقای صدر این گریه میکرد، اومده بود کنار زمین گریه میکرد که حیف ما نرفتیم. چون اگه 74 میرفتیم ما 78 حتما از دور دوم میرفتیم بالا، چون تیممون جوون و یه دست خوب بود. یعنی همه‌شون رو نگاه بکنی همه 24 25 23 24 25، چون از جوانان اومده بودیم دیگه همه. خلاصه ما 74 به دلمون موند، نرفتیم. بعد از 74 آقای وفاد برای بازی‌های آسیایی انتخاب میشن و ما یه شاهد تغییر نسلیم. کاشانی میره، آقای کلانی میره، آقای آشتیان دیگه یه تغییر نسلی رخ میده. یه سری از این بازیکن‌های سن بالاخره با تجربه دیگه کنار میرن. ببین تغییر نسل نبود، خود اون موقع میفهمیدن که کی آخرشونه، کجا چیدن میخواستن. هی میخواستن بازی خداحافظی بذارن، مثلا اون موقع رسم بود واسه هر کی میخواست که بازی خداحافظی میذاشتن. آقای اوفارد با آقای اسکینر اومدن. آقای اسکینر از اون پیرمردای درجه یکی بود که واقعا فوتبالیست میشناخت. یارو مثلا راه میرفت میگفت آقا این به درد میخوره. جوان دستیار آقای اوفارد بود، از منچستر یونایتد اومده بودن، مال اسکاتلند بود. خدا بیامرزه چند از جزء رحمت خدا را جفتشون هم اوفارد نمیشه. این دوتا فوتبال ایران، اینا این دوتا تغییر دادن، اوفارد اسکینر. قبلش هم آقای راکوف تو مال استقلال تاج اینجوری کرده بود. یه تیمی شد که دیگه مجبور شدن اون بقیه برن، فقط مونده بود یکی که بین من و قلیچخانی بود که میگفتم قلیچخانی رو چون هم روزنامه‌ها دوست داشتن، هم بازیکن خیلی خوبی بود، هم واقعا بازیکن بود، یعنی چیزی نبود که آدم بشه به راحتی ازش بگذره.
منتها اون مسئله سیاسی که واسش پیش اومد و فلان شد اینا یه مقداری دیگه میترسیدن ازش که بخوام تو تیم مثلا ملی مثلا ممکنه بذارنه، چون اون موقع به هی تو گوش مثلا بچه‌ها میخوند میگفت که جام جهانی که رفتیم برای اعتراض به رژیم بشینید نه من فلان کنید این کارو بکن. به خاطر این حالا یه اونم خط دادن تیم یه دست شد، تیمی شد که یعنی دو تا جام جهانی میتونست بره، سه تا جام جهانی میتونست بره. اون بازی ایران آرژانتین، آرژانتین که قهرمان جام جهانی هم شده بود تیم اصلیش هم بود، نه هنوز قبل از جام جهانی، قبل از جام جهانیه که میره قهرمان میشه، شما جلوی اون آرژانتین با اون خط ترکیب اصلیش شما آره. گل هم میزنید، یه اشاره میکنید با همین نتایج بود که میگفتن ایران میتونه بره جام جهانی شگفتی ساز شه، ولی خب حالا فعلا به این بازی اشاره کنید. آره ما یه بازی چهار جام گذاشتن به جشن 80 سالگی رئال مادرید سانتیاگو، اون رئیس رئال مادرید هم سانتیانو برنابو بود. آره این اون آدمی بود این چیزایی که هشت محافظ و فلان و سیگار برق یه جوری اصلا اومد تو سرمونی ریگه داد اصلا میگفت اون 80مین سال استودیو میکردن به نام خودش، به نام خدا آقای سانتیاگو برنابو. این اومد بازی ما با آرژانتین رو دید، خب اسپانی با آرژانتین خیلی بد بود، اون کارلوس اومده بود شاعر چیا فلان اینا با هم بد بودن، به ما گفت اگه آرژانتینو ببرین پاداش خوبی پیش ما داره. حشمت هم اومد به ما گفت من یه ماریو کمپس گلو فینال زد، من اون پشت اجزا قدم این توپ چیز کرد، من از پشت اجزا قدم تک زدم که توپش زدم این خودشو انداخت تو اجزا قدم، همونو پنالتی گرفت واسه ما، این یارو اومد همین کمپس پنالتی هم زد گل شد. ما هر چی بهتیم بیار گفتیم بابا این پشت اجزاقه بود اینجوری بود، اگر واقعا هم فول که نبود من توپو زدم، بعدش هم تو نبود بیرون بود، خلاص دیگه گرفت دیگه وسط در هفته دوم ما اومدیم مصمم شدیم واسه این که چیزو ببریم، لباسمون هم حشمت بخواد بخورد میگم به این چیز خوش ذوق بود، لباسمون کرد عین لباس رئال مادرید سر تا پا سفید، ما همیشه سبز و سفید و قرمز می‌پوشیدیم، پرچم مثلا جراب و شورت و هر کدوم یه رنگ بود، رنگ پرچم بود، منتها این تو اونجا همه رو کرد سفید، تیم ملی رو شد عین رئال مادرید. کاری ما به سر آرژانتین درآوردیم که دستمال درآوردن، یعنی اون موقع که خیلی خوششون بیاد خوششون بیاد اینجوری میکنن دستمال سفید درآوردن رو سر دور میزنن، از روی گوشه رضا عادل‌خانی هم ساند خیلی خوب محکم از گوشه ساند میکرد اینجوری که ساند که منم این دور اومدم از رو همونجا که پنالتی شده بود به ابرفرض همونجا که پنالتی شده بود با سر زدم از شوت محکمتر، هرچی این فیلال گلرشون بود اون فیلال گلر اصلیشون بود هرچی که شما نرسید، خلاص آخر به پنالتی ما رو بازوندن بهشون دیگه. فیلمی از اون بازیه که متاسفانه میگم که اون موقع ما الان هیچ کدوم فیلمون نداریم، اولی هرچی فیلم بازی ایران بود که یارو قبل نمیدونم چی هرچی بود همه بردن اونوریا دارن، ما خودمون هیچ چی نه تلویزیونمون نه هیچی نداریم اخن. یعنی تو الان برو چند تا فیلم علی پروین هست همونه که بعد انقلاب بازی کرده است، چند بقیه ببین چند تا هست از مثلا حسین کاظمی ببین چند از مجید حلوایی ببین چند از دار دیدی تو اصلا جام جهانی آرژانتین صحبت کنین، قبلش هم ما چند تا تورنمنت فکر کنم رفتیم فرانسه رفتیم. آره اون بازی‌ها رو هم اشاره ما بود. همون بازیه که از همون رئال مادرید که اومدیم دعوت شدیم واسه فرانسه پاریس سن ژرمن و سن اتین با افس بروژ مال نروژ با تیم ایران با تیم ملی خود فرانسه، اون موقع پلاتینی بود تیگانا بود تیمش هم از اون درجه اون موقعی که بعد سال 82 اول شد دیگه آه. یعنی اصلا تیمش خیلی خوب بود، ما هم اونجا خیلی خوب بازی کردیم، منتها چون تو تولوز بازیمون بود وسط زمین تولوز رو رفته بریم نشه بودم مگ بر شاه وقت اومده بودن سوزونده بودن اونجا رو، به خاطری که اونجا ما بازی نکنیم هی عوض بدن خال بالاخره اومدن کامار ختم رو شد بالاخره بازی با 2 ساعت 3 ساعت تغییر انجام شد با خود فرانسه، فیلمش هم بهمون ندادن، ما هم اونجا بازم یه پنالتی علیکی واسمون گرفتن 2-1 باختیم
خیلی خوب بازی کردیم که اصلا خودشون که همونجا پاریس سن ژرمن اومد به من گفت که 1,000,000 دلار بهت میدم واسه یه سال با تمام واسه خونه و ماشین کنم. که اشوان ماجرا اومد گفت که من دارم بعد جام جهانی میام پرسپولیس، نری رئال مادرید نذاشم برم. گفت من دارم میام. اومد که اومدیم که شد به اینجوریو که نه از اونجا موندیم و اینجا مونده. توی جام جهانی هر سه تا بازی رو انجام دادیم، هر سه تا بازی، پرو هلند قصدن جلوی هلند و حالا من پرو رو نمیدونم. جلوی هلند و هلند خیلی خوب بازی میکنین، بازیکناشون رو یکی یکی همه رو مهار میکنین خطا. و جلوی اسکاتلند هم که دیگه فکر کنم بهترین نمایشتون جلوی اسکاتلند بود که ما به مساوی رسیدیم. این سه تا بازی رو مروری میکنین خودتون چطور بود؟ میگم که ما مشکل گفتیم که مشکل مهاجم هم داشتیم، هم یکی مشکل مهاجم داشتیم، هم یکی این که ما بازی بین‌المللی نداشتیم. اون موقع اینجوری نبود که مثلا هم بیشتر تیم ها میمدن ایران بازی کنن با منو، ولی تیم ملی خیلی فکر میکردنید، یعنی همه شون دیگه شناخته بودیم، میدونیم چجور بازی میکنن. اینه که روز با اسکاتلند خودمون وظیفه‌مون رو میدونستیم چی به چیه، میدونستیم چی کار باز بکنیم. ولی روز پرو رو ما رفتیم که گفتیم هر جوری از ببریم که بیایم جز مرحله بعدی. یه بازیکن داشتم کوبیلاس، اون یعنی ببین اون از با حسین کادرنی 1-2 کرد، سه تا پنالتی نصی عبدالله مثلا یه داور نبود به ما بگه آقا اینجا از پشت تکی بریم پنالتی میگیرن. نصی عبدالله 4 تا پنالتی کرد، 4 تا پنالتی. ما گلمون تو اولین دو جام 4 تا گل، دو تا از هلند خوردیم، دو تا از پرو، یه دونه خودمون به اشکالتن خودمون آندرینی زد، یعنی 5 تا گل خودمون به خودمون زدیم. یعنی یه داور نبود، خدا بیامرزه این یار جعفر نامدار بیاد بگه بابا اگر بدون جریان داوری چی بده، آقا مثلا تک نکنید، اینجوری نکنید، مثلا با داور درگیر نشید. یه نفر نبود اینو بابا میگه، یعنی ما حداقل اینو بدونیم که این نصیب بنده خدا هی هر چی تک نه پرات شد، هر چی پرات. وقتی اومدیم دیگه همین دوروبر انقلاب 57 بود دیگه، ما دیگه فوتبالی خور شل شد، یواش یواش خارجی رفتن، آرن راجز رفت، این تیم ما اومدیم پرسپولیس، هشمت هنوز مربیمون نشد اصلا، درگیری شد. خلاصه دیگه از اونجا که اینجوری شد دیگه ما که رفتیم از فدراسیون سازمان مقتصادان تربیت بدنی بود، آقای شاه حسینی نامی شد رئیس، چون قدش بلند بود و میگفتن قبلا کشتی گرفته و نامی شد، اصلا نمیدونست ورزش چیه، میگفتن قبلا نم بچگی بوده تو زورخونه میل میزده و این چیزا. رشد شد رئیس تربیت بدنی، رفتیم بهش گفتیم آقا این پاداشایی که از آرژانتین اومده به اسم بازیکن اومده، خدا بیامرزه ناصر جزیر دم پله آقا ما گرفت. ما گفتیم بالاخره برمیگیریم دیگه، اینجوری نیست که مثلا الان که میگن 7 میلیون دلار دادن فیفا، اینا 5 میلیون دلار چیز داد. اون موقع هم هر تیمی میرفت یه مقداری واسه بازیکناش میگفت. ما اومدیم آقا گفت که این حق کشاورزاست و نمیدونم حق فلان و رفتیم و که دیگه خودمون هم خوردن میگه چه پول. بازی بایرن مونیخ رو بهش بپردازیم، یه بازی بوده که توی در واقع بازی خداحافظی آقای بهزادی هم بوده که شما تو اون بازی سه تا گل رو به ثمر رسوندین. بایرن مونیخ همه ستاره هاشو تقریبا تو این بازی داشته، آقای بکن بایر، سپ مایر، گرد مولر، همه شون بودن، پول برایتنر، بله همه وجود همه ستاره ها بوده. با وجود اینا شما بی‌نظیر ظاهر میشین، گل میزنین. تعریف کنین بازی چطور بود. میکنم یه پیشنهادی هم براتون پیش میاد از همونجا. ببین این بازی بود که افتتاحیه استادیوم آزادی بود، استادیوم آزادی رو که الان موقع اسمش آریامهر بود، افتتاح آریامهر بود. ما خب اون موقع تیمایی که میمادن این را مثل الان که بورگین و فاسو نمیدونم فلان تیم نمیدونم دست شیشم هاش دست هرچی هر مثلا منچستر یونایتد، بنفیکا با بوزبیو مثلا یک تیمایی میومد که واقعا الان آرزوش اینجا ببیننشون. بایر مونیخ که اومد بازی کرد با ما فکر میکرد که مثلا تیم ایران خب زیاد آشنایی با تیم ایران نداشتن، که فکر میکرد مثلا تیم ایران هم مثل بقیه تیمایی مثل کویت و عربستان فلان میرن مثلا یه پولی اینا بهشون میدادن مثلا میگفتن شل بازی کنن کمتر گل بزنید.
ما حشمت گفت که این تیم ملی ایرانه، هر چی زور دارید بزنید، میخوایم ما خودمون امتحان کنیم ببینیم چه جوری هست. چون موقع پنجاه و سه آقای بایزادی هم داشت خداحافظی میکرد، به طور کلی خداحافظی کرد، ولی کجدار مریض میومد و میرن دیگه. اون موقع دیگه چیز شد یه بازی ما تو این، چون چمن بود و مرگ برده بودم، یه چمنی اصلا نیده بودیم، چون اون موقع زمین خیلی وضع زمین ها خراب بود، بیشتر خاکی بود. چون همش که الان میگن از زمین های خاکی، از زمین های خاکی، واقعا همه زمین ها خاکی بود، یعنی خیلی کم ماد داشتیم که زمین چند داشته باشه. این آزادی که درست کردن اصلا آدم روش راه میرفت کیف میکرد. مثلا منم خب خوزستانی تکنیک من دوست داشتم مثلا یه سه تا یه دو با هم دیری بزنم اینجوری. حالا هر کیم نگاه میکنه میگن چرا هاش تعریف میکنم. خلاصه ما اون بازی سه تا گل زدیم به اینا و اینا بعد بازی شروع کردن که اینا مس بودن و اینا نمیدونم فلان بودن و اینجوری بودن و نمیدونم گیج میخوردن. شبش مهمونی بود تو باشگاه پاس، چون با پاس هم دعوتش کرد بود. بعدش هم شب همون بازی مثلا ساعت 5-6-7 تموم شد، ساعت 9 یه باشگاه پاس، یه باشگاهی داشتیم مهمونی داده بود که هم اونا بودن هم فوتبالیست ها بودن هم مال بایرمونه. اتفاقا همین سوالو خبرنگار همونجا از آقای بکنباور کرد. من نشسته بودم جفت بکنباور هی یکی رو میورد مترجم که میگفت به من میگفت که بیا چیز آلمان واسه بازی فلان، هی تعریف آلمان رو میکرد، منم جفت نشسته بودم. یارو ازش سوال کرد که اینجوری میگن که مثلا شما مثلا حالت عادی نبودی تو، گفت ما که الان تو مهمونی هستیم نمیخوریم، چجوری اون موقع حالت عادی نبودیم؟ ما که الان که مهمونیه، خب موقع آزاد بود دیگه، همه چی آزاد بود. گفت ما الان که مهمونیه نمیخوریم، چجوری شما میگید ما تو زمین چیز بودیم؟ آقا تیمشون خوب بود بردن. یارو دیگه خیلی جا خورد و بعد هم که دعوتم کردن مونیخ رفتم، انقدر زبانشون سخت بود که یه 6 ماهی بودم تمرین میکردم با باشون. خیلی اونجا خیلی کمک کرد بهم، همون بعد اون واسه جام جهانیمون خیلی کمک کرد بهم که ما با سال 74 هم موقعی که تو آلمان بود با واسه میرفتیم اون 74 حتما باز میرفتیم تو آلمان. خیلی هم خود اونا میگفتن حتما شما باز بیاین خود بشین، چون چیز بودنم 74 آلمان بود جام جهانی، فینال رسیدن با هلند با همون تیمی که ما اولش بودیم، هم فینال رسیدن با هلند دیگه. اینجوری زبونش سخت و ما بعد از هر کار که نتونستیم یاد بگیریم زبونشو، حالا انگلیسی رو باز میشد یه جوری یاد، یعنی اون خیلی سخت زبونش. آره اینه با گفتن که ما ارتباط نمیتونیم بگیریم و فلان. نه اومدم ایران دوباره همین رفتم. این آن 27 ساله ها چی بود اون موقع؟ خب اونم به خاطری که مثلا من و مثلا ناصر اجازی و 4-5 این بچه که مثلا خب اون موقع رو بورس بودیم دیگه، تو هر رو جلد و مجرد فلان این ناراحت بودن. اومد گفت که آقا ما آقای آبشناسان شد رئیس فدراسیون چیز، اومد گفت که زنا که نگاه میکنن ممکنه زانوها شما ببینن حالشون بد بشه مثلا. بعدش گفتیم جوراب بپوشیم، بعدش گفتن با گرم کن، بعدش گفتن فلان نه چیز، بعدش گفتن اصلا از 27 سال به بالا نمیتونن بازی کنن، راحتمون کردن دیگه بازی نکردن. وقتی نمیذارن ببین دیگه بازی نکرد، اینجوری که تو میگی مثل که ما بازی نکردیم، وقتی تو در این بس در گوبسی نمیذاری بریم تو دیگه، تو استادیوم نمیذاشتن بریم، تو استادیوم نمیذارن، ولی ما خودمون که همه چیز بود نمیذارن تو استادیوم بریم، نمیذارن خار داش پمون پام چیزا نمیذاشتن.